سلام دوستان، دلم برایتون تنگ شده بود. درباره کدام نقاش دفعه پیش صحبت کرده؟ بله، شخصی به نام چاگال بود. نقاشی های او قلب های ما رو پر از شور و حرارت کرد. میخواهیم که دوباره به نقاشی های چاگال نگاهی بیاندازیم. شما چیزهای متفاوتی را این بار احساس خواهید کرد، پس منتظر آن باشید. پس بیایید سریعاً به سراغ آثار هنری چاگال برویم. چاگال نقاشی های زیادی از افراد در حال ویولون نواختن کشیده است. اینطور به نظر می رسد که شخصی در دهکده‌ای در حال نواختن ویولون است، در حالی که در شب به ماه کامل خیره شده است. با نگاه کردن به صورت سرخ آن مرد و پس زمینه تاریک، شاید دارد یک آهنگ غمگین می نوازد. این یک چطور؟ رنگ پوست ویولونیست چه رنگی است؟ بله، سبز است. فکر میکنه چرا نقاش به رنگ سبز نقاشی کرده است؟ با نگاه کردن به پس زمینه احساس میشد که زمستان است. من تقریبا میتوانم صدای ویولون را بشنوم و این صدا قلب مرا در این زمستان سرد گرم میکند. اینجا چه چیزی میتواند به نمایش گذاشته باشد؟ بله، تصویری از عیسی مسیح روی صلیب در وسط تصویر کشیده شده است و محیط اطرافش کاملا پیچیده به نظر میرسد. مشاهده کنید و تصور کنید که چه موقعیتی میتواند باشد. چاگال تصاویر مذهبی زیادی مانندهی نقاشی کرده است. این قطعه چطور؟ رنگ قرمز و سبز کنار هم خیلی قوی به نظر می رسند. در سمت چپ یک گاو سفید وجود دارد و در سمت راست یک شخص مقابل گاو ایستاده است. آنها شبیه دوستان صمیمی به نظر می رسند. پس این پیکر سبز رنگ چه کسی است؟ این در واقع آقای چاگال خودش است. چاگال نقاشی های زیادی از دوران بچگی خودش کشیده است. این قطعه هم یک نقاشی از دوران بچگی او است و ما قصد داریم چنین چیزی بکشیم. موافق شروع کنیم؟ اینجا ما قصد دارم که صورت خودم را به جای صورت آقای چاگال نقاشی کنم و اینجا گربه هایی را که دوست دارم نقاشی میکنم. شما هم باید صورت خودتان و یک تصویر نیمرخ از حیوانات مورد علاقه‌تان را بکشید. من به شما نشان خواهم داد که کجاها بکشید. پس فعلا فقط نگاهی بیاندازید. Thank you.
حالا شما می توانید حالت ها رو به دست آورید، پس بیاییم با جزئیات بیشتری بکشیم. این من هستم که یک کلاه بر سر گذاشتم. اگر کارتان تمام شده است، حالا ما شکل‌های گرد کوچک و بزرگ از نقاشی آقای چاگال می‌کشیم. هر جا که مایلید شکل‌های کوچک و بزرگ گرد بکشید. اگر دوست داشتید می توانید بعضی قسمت‌ها را پاک کنید.
حالا بیاییم با استفاده از یک خودکار کمی آن را تیره تر بکشیم. اگر انجام دادید بیاید این قسمت را اول از همه رنگ کنید. شما باید این قسمت‌های جدا شده را با رنگ‌هایی که دوست دارید رنگ کنید. Thank you.
مانند ای بخش های دیگری را با رنگ های دیگری رنگ کنید. صفحه نمایش را برای یک لحظه متوقف کنید و در حالی که به نقاشی اصلی نگاه میکنید خودتان و حیوانات مورد علاقه‌تان را بکشید. من نقاشی خودم را به این صورت درآوردم. من از رنگ سرخ و رنگ‌های دیگری که دوست داشتم به فراوانی استفاده کردم. زیرا در نقاشی‌های چاکال رنگ سرخ زیادی وجود داشت. شما چطور نقاشی کشیدید؟ چطور بود؟ دیدن اثرهای هنری چاکال بسیار لذت بخش بود. شما همچنان باید افکار خودتان را نقاشی کنید به جای اینکه فقط از نقاشی های معلم و یا هنرمند تبعیت کنید. به جای اینکه فقط به روش هنرمند نقاشی کنید، به این فکر کنید که من چطور میتوانم آن را نقاشی کنم وقتی هنرمند آن را اینگونه کشیده است. بسیار خوب، پس بیایید منتظر کلاس بعدی من باشیم. خدا نگهدار دوستان.